سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از کانال محمود بیز آموزش جدید امروز رو میخوام در اختیار شما قرار بدم. در ابتدای آموزش از شما دعوت میکنم حتما بعد از ورود در یوتیوب به کانال محمود بیز سابسکرایب کنید و اون گزینه زنگوله که اون بغلش میاد رو حتما فشار بدید، ویدیو رو حتما لایک کنید و ویدیوها رو برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید تا افراد زیادی از نکات مختلفی که آموزش میدم مطلع بشن و بتونن استفاده بکنن. حتی میتونید شما این ویدیوها رو به راحتی دانلود بکنید و اون رو در پیج ها، صفحات و هر جایی که خواستید استفاده کنید. برای اینکه بتونید آموزش نحوه دانلود از صفحات رو برای یوتیوب به دستتون برسه و بدونید که چطور میشه از یوتیوب فیلم دانلود کرد، من قبلا یه آموزشی قرار دادم برای دانلود از یوتیوب که اون رو میتونید از این بخش آموزش به راحتی پیدا بکنید و اون رو برای خودتون استفاده ببرید. اجازه بدید من این فیلم رو اول اینجا پیدا بکنم. نحوه آموزش از اینجاست، آموزش دانلود فیلم از یوتیوب، 14 دقیقه آموزشه. من توی این آموزش به شما یاد میدم که چطور میتونید از یوتیوب فیلم دانلود کنید، پس این رو حتما برای خودتون بعدا ببینید. مطمئنی که این رو در انتهای این ویدیو در قسمت توضیحات هم ارائه خواهم داد. خب دوستان عزیز، امروز در کانال محمود بیز در یوتیوب میخوام آموزشی به شما بدم که خیلی کاربردیه. همینطور که میدونید ما ممکنه وبسایت های مختلفی رو ببینیم و توی سیستممون ذخیره بکنیم، توی کامپیوترمون، توی لینکامون ذخیره میکنیم، توی علاقه مندیامون. بعد از یه مدتی ممکنه مثلا ویندوز کامپیوتر رو پاک کنیم و ویندوز جدید بیاد، بعد تمام اون لینک ها از بین رفته باشن. دیگه من نمیدونم، مثلا دیروز، پریروز، یه سال پیش یه عکسی میخواستم از یه سایتی، الان میخوام اون عکس رو پیدا بکنم یا میخوام دانلودش بکنم، باید چی کار بکنم؟ خب من میرم وارد اون سایت مورد نظرم میشم، میزنم میبینم سایت بالا نمیاد، یعنی سایت اکسپایر شده، باطل شده، تموم شده تاریخش، دیگه هم اون سایت وجود نداره. یا یه مقاله است، من میخوام مقاله رو استفاده بکنم اما نمیدونم واقعا کجا میتونم اون مقاله رو پیدا بکنم، به خاطر همین باید دوباره بشینم سرچ بکنم. اما من توی آموزش امروز میخوام به شما یاد بدم از طریق سایت archive.org که تمام اینترنت رو برای شما آرشیو میکنه، شما میتونید همه چی اینجا ببینید، میتونید فیلم ببینید، میتونید آهنگا رو پیدا بکنید، صدا میتونید پیدا بکنید، عکس میتونید پیدا بکنید، تکست میتونید پیدا بکنید، هر چی در اینترنت وجود داشته باشه یا از گذشته بوده الان نیست میتونید اینجا پیدا بکنید. سایت آرشیو کاری که انجام میده اینه که یک نسخه کامل از تمام سایت های دنیاست. یعنی شما هر سایتی در دنیا وجود داشته باشه و بتونید بگردید پیدا بکنید، یا اصلا وجود نداشته باشه، الان وجود نداره، قبلا بوده، 20 سال پیش، 10 سال پیش اون سایت بوده، الان نیست، توی این سایت شما میتونید اطلاعات 10 سال پیشی که اون وبسایت وجود داشته یا نداشته رو میتونید ببینید. یا ممکنه سایت هایی رو شما اینجا سرچ بکنید، بازش بکنید که این سایت ها الان هستن اما میخواد ببینید مثلا قبلا چه شکلی بودن، به چه شکلی بوده، مثلا پارسال چه رنگی بوده سایتش، منوهاش چطوری بوده. 351 بیلیون وب پیج توی اینترنت وجود داره که تمامش توی این سایت ذخیره شده. هیستوری تمام مطالب، تمام تصاویر، تمام ویدیوهاست، هر چی فکرشو بکنید توی این سایت هست. پس اصلا دیگه نگران از دست دادن نباشید. تنها کاری که باید اینجا انجام بدید، دوباره کلمه‌ای که می‌گردید اینجا سرچش می‌کنید، هر چی که دوست داشتید سرچ می‌کنید. خب من اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی به شما گفتم می‌خوام در مورد اختلاس بگم که توی کشورهای دیگه هم وجود داره و تنها مربوط به ایران نیست. درسته که ایرانی اون دوستانی که دارن اختلاس می‌کنن خیلی هنرمندن، اما در سراسر دنیا دست روی دست زیاد، یعنی توی اون کشورها هم وجود داره. من اینجا اول بذارید میخوام یه سایت قدیمی رو با شما سرچ بکنم، مثلا سایت تک تاز.com.
سایت تکتاز.com یه سایتیه که قدیم وجود داشته، الان ببینید به یه شکلی شده که الان این دومین رو گذاشتم برای فروش. خب من میخوام ببینم این سایت تکتاز، من خودم دقیقا یادمه این شاید مثلا برای هولوش 18 سال یا 19 سال پیش دقیقا خودم الان یکی از بازدید کننده های این سایت بودم. پس بذارید الان توی سایت archive.org بگردیم ببینیم سایت تکتاز چطوری بوده. www.taktaz.com رو اینجا سرچ میکنیم. فقط کافیه شما آدرس سایت رو اینجا بنویسید و بعد منتظر باشید تا سایت براتون زمانهای ذخیره سازیش براتون بیاد. خب من میگم مثلا سال 2003 رو برای من باز کن ببینیم سال 2003 تو این آرشیو میبینید شما. از سال 2000 اواخر سال 2000 این سایت اومده، یعنی 19 سال، دقیقا درست گفتم 19 سال پیش. خب بذارید من مثلا بگم این تاریخ. خب ببینیم این تاریخ چی بوده جریانش. اینجا تاریخ هایی که تغییراتی توی این سایت اعمال شده و اینا هم ذخیرش کردن. اینجا پیداش نمیکنه، از این بالا دوباره سرچ رو میزنیم باز میشه، میگه این سایت ساسپند شده، بستنش. هر تغییراتی که توی اون مدت زمان به وجود اومده توی این سایت قشنگ قابل مشاهده است. حالا من میزنم یه تاریخ دیگه، امیدوارم که این یکی حداقل بله باز شد، باز شد، باز شد. دقیقا همینه، دقیقا همین سایت بود، اون زمان هم همین بود، الان هم همینه. دقیقا ببینید محتواش دقیقا همینطوریه. حتی من اگر روی این لینک ها هم کلیک بکنم میرم به سایت هایی که اینها لینک دادن. یادش بخیر، دقیقا همین بود. یه سایتی بود که اینا هم لینکاش بود، دیلی، دیلی موزیکا، کارتون، فشن، کمدی. خیلی از سایت های ایران اون زمان، خیلی از مجلات ایران از این مطالب محتویات که توی این سایت ها منتشر میشد استفاده میکردن. ببینید هرچی شما فکرشو بکنید این سایت داشت. 30 یورو در ماه تبلیغ میکرد. اما الان دیگه سایتش وجود نداریم. برای سال 2004 آرشیو سال 2004 این سایته. بریم برای سال اینجا ببینیم چه سالیه. شما فقط کافیه از این تولبار بالا، از این جایی که براتون تاریخ ها رو نشون میده، میتونید زمان های مورد نظر رو سرچ بکنید. مثلا این برای سال 2016 است. 2016 این سایت بالا بوده، اینجوری که مشخصه کار میکرده و تمش هم تغییر کرده بود که من تو این تم رو هم یادم دقیقا میومدم و میدیدم. خلاصه یادش بخیر. خب برمیگردیم به آرشیو. واقعا سایت عالیه این سایت آرشیو. خب من اینجا میخوام حالا مثلا یه کلمه، همون کلمه یه چیز رو بهتون بگم، کلمه اختلاس رو بذارید براتون سرچ کنم. اختلاس، 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 اینو اختلاس تا 2017 مشخصا از سال 2000 داره تا 2017 بذارید. اوه اوه اختلاس نیوز، سایت خوبی ها، از 2006 تا 2017 باز کنیم ببینیم سایت اختلاس نیوز چه چیزی داخلش وجود داره. لینکش رو بذارید من کپی کنم. حتی این اصلا ربطی به آموزش نداره، میخوام ببینیم تو دنیا چه خبره. خب این حتی یه وبلاگ، یه دومین روش بس کرده. اما خب اینجا راجع به یه خانومی نوشته که 1.6 میلیون دلار رو توی این صندوق کار میکرده، 33 ساله بوده، مساعده شدن و خفتش کردن، توی یه جایی کار میکرده پولا رو میگرفته و میپیچونده. یا مثلا همش خبر، همش محتویاتی که راجع به اختلاس های دنیا براتون توضیح میده. پس اختلاس ملزم الزامند مربوط به ایران نیست. ایران درسته خودش بعضی از دوستان آموزشگاه را انداختن به دنیا، دارن آموزش اختلاس رو یاد میدن، اما خب در اصل پس اختلاس چیز طبیعیه. خب من این کلمه، این کلمه انگلیسی بود تایپ کردم. اگر قرار بشه اختلاس رو به زبون فارسی هم بخوام براتون سرچ بکنم باز هم میتونم. اختلاس سرچ میکنیم ببینیم آیا اختلاس به زبون فارسی به این شکل، رشوه خواری و اختلاس امور،
این سایت خبری اختلاس 3000 میلیارد تومانی افتتاح شده، تا ساسپندش هم کردن بعدش. 3000 میلیارد دات آی آر. آفرین. خب مثلا من میخوام در مورد مثلا یه چیز دیگه، مثلا بگیم علی دایی اشتباه انجام شد، اجازه بدید اینو پاکش کنم. از اون ظهر هم شده و احتمالا صدای از اون رو هم میشنوید. خب اینم علی دایی. ببینیم علی دایی از سال 2007 تا 2016 تو بلاک فا رو فقط لیست کرده اینجا. علی دایی، علی دایی دات نت، علی دایی دات آی آر. ببینید از سال 2009 تا 2012 855 تا عکس داره، محتواش هم 2217 تا است. علی معظمی سلطان، علی دایی عکس لو رفته، علی دایی عجب، هفته تیر دات کام، علی دایی این است، علی دایی. خب پس ببینید شما توی این آموزش من بهتون یاد دادم چطور میتونید توی محتوای اینترنت، اینا سایت هاییه که الان مثلا ملت سرچ کردن و میتونید اینا رو میتونید ببینید و میشه مثلا ببینید اونها چی دارن منتشر میکنن، چی سرچ کردن، چی ها اومده بالا. این از سال 1996 این سایت ها اومده، 97 و 98 خوابیده، 99 دوباره اومده بالا و تا همین الان ما شالده به این همه اقتدار این وبسایت. توی این نقاط میتونید جاهایی که هست رو میتونید سایت رو ببینید. خب شما در آموزش امروز یاد گرفتید که چطور در سایت archive.org سرچ کنید. شما سایت archive.org یادتون باشه مخزن و معدن کامل محتویات اینترنت این سایت. شک نکنید هر چیزی که شما در دنیا بخواید توی این سایت پیدا میشه. ببینیم مثلا الان بعد سال 2011 ببینیم موضوع این سایت چی بوده، اصلا شکل و شمایلش هم فرق کرده. شما حتی میتونید از تصاویری که این سایت ها میدن قبلا مثلا دنبالش میگشتی، الان میتونی اینها رو پیدا بکنی. حتی این ایرور داد، ایرور 302 داره میفرستم به صفحه اصلی سایت. چطور بود باز بشه ببینیم. آها بعد سایتشون تغییر کرده، مثلا من دنبال این عکس میگشتم. خب کلیگراس سیو ایمیج رو میزنید عکس ذخیره میشه، اما الان ممکنه این عکس اصلا وجود نداشته باشه، اما شما این عکس ذخیره بکنی و به وجود میاد و ذخیره هم میشه. خب شما تو آموزش امروز متوجه شدید که اگر محتوایی رو توی اینترنت از دست دارید اصلا دیگه نگرانش نباشید، میتونید سابقه سایت رو اینجا ببینید. مثلا من میزنم youtube.com، ببینیم شکل و شمایل یوتیوب چی بوده قبلا، آیا واقعا همین شکل و شمایل الان. ماشاءالله ترکوند از سال 2005 یوتیوب داره کار میکنه تا همین الان. ببینیم شکل و شمایلش اول چطوری بوده. سایت یوتیوب سال 2005، هر سایتی رو که شما بزنید تاریخش رو انتخاب میکنید، اون زمان اطلاعات سایت براتون ذخیره شده. خب ببینید این سایت یوتیوب در سال 2005، یعنی شما میتونید محتوای این سایت مثلا یوتیوب رو اون زمان این شکلی بوده، اما الان ببینید چقدر حرفه‌ای و قشنگ شده و حتی شما مثلا ببینید میتونید ویدیو آپلود بکنی. یادش بخیر واقعا خیلی قشنگ بوده، به نوبه خودش حتی لایک‌ها جالب بوده. شما سابقه سایت یوتیوب میتونید ببینید. این سال 2005 شه، ببینید سال 2010 چه اتفاقی برای یوتیوب افتاده، چه تغییری کرده. همه تغییرات وبسایت ها ببینید اینجا مثلا تغییر کرده، تمش ایندکس اول صفحه اصلیش تغییر کرده، یعنی یه نحوی یه شکل خاصی شده. خب حرفه‌ای هم نبوده اما الان واقعا حرفه‌ای شده. ببینید سرچش، آپلودش، ساخت اکانتش، واو چه خبره، جدا چه تغییری کرده. یا مثلا این سال 2014 رو ببینیم، از سال 2005 اینا دارن کار میکنن. آفرین آفرین، واقعا این سایت آرشیو واقعا سایت خوبیه، کاربردیه. خب
14 دقیقه شد، آموزشمون هم داره زیاد طولانی میشه، اینم که باز نشد هنوز تا بتونیم حداقل اینو کاملا به شما بگم. حالا بذار من همینجا آموزش رو ارور داد، سایت آرشیو ارور داد و الا اون یوتیوب باز میشد 2014ش 504 گتوی تایم اوت داد، اشکالی نداره. بازش کرد. ببینیم سال 2014 ببینیم چه شکلی شد، یکم یکی به شکل بشه، ولی فعلیش نزدیکه. جوله ولی لوگوش همین بوده، خاصی تغییراتی داشته. شما پس یاد گرفتید چطوری میتونید یه سایت رو سابقهش رو توی اینترنت پیدا بکنید، اطلاعاتش رو ببینید، چه تغییراتی داشته اون صفحات و سایتش، این رو میتونید ببینید. اگر دنبال چیزی سرچ میکنید و ممکنه توی گوگل پیدا نکنید، اینجا میتونید آرشیو وبسایت های فوق العاده قدیمی رو بین 351 بیلیون صفحه میتونید اینجا محتویاتشون رو اینجا ببینید و بخونید و دانلود کنید و ذخیره بکنید. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشید. از شما دعوت میکنم مجدد حتما بعد از اینکه ویدیو رو دیدید لایک کنید و ویدیو رو بین دوستان خودتون به اشتراک بذارید. محمود بیز رو لطفا سابسکرایب کنید در این یوتیوب تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که براتون آماده میکنم قرار بگیرید زودتر از بقیه. آدرس سایت archive.org رو هم در انتهای ویدیو حتما میذارم. امیدوارم که از آموزش امروز لذت برده باشید. براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.